به نام خداوند بخشنده مهربان. کاربران عزیز سایت data.com سلام عرض می کنم. طبق قولی که داده بودیم امروز قراره در قسمت سوم از چگونه خاک‌دهی کنیم تا عملکرد مناسبی داشته باشیم در فایل سوم درباره روش‌های ایجاد یک بافت مناسب خاک صحبت کنیم. در قسمت قبل توضیح دادیم که یک بافت خاک مناسب چقدر میتونه روی کیفیت و کمیت باردهی تأثیر داشته باشه و وقتی بافت خوبی داشته باشیم چطور باعث افزایش عملکرد و کیفیت میشه. اما سوال اینجا این بود که چطور بافت خوب ایجاد کنیم؟ یکی از روش‌های ایجاد بافت مناسب خاک استفاده از یک ترکیب درست از خاک سبک و سنگین هست. اجازه بدید اول یه تعریفی از دو نوع خاک داشته باشیم. در رفرنس ها و مراجع تعریف دقیقی از این دو نوع خاک نداریم و شاید بتونیم به ویژگی هاشون اشاره کنیم. شاید بشه خاک سبک رو به خاکی بگیم که جرم حجمی کمی داره. این خاک ها به خاطر داشتن ریشه های پوسیده درخچه ها و لوله های موینه و ذره بینی زیاد، فضای داخلشون خالی هست، از هوا پره و برای همین در یه حجم مشخص جرم کمی دارن. معمولا رنگ قهوه‌ای روشن دارن و به خاطر داشتن همین ریشه های پوسیده و لوله های موینه قابلیت جذب آبشون بالاست و میتونن تا چند برابر وزن خودشون رو آب جذب کنن. این نقطه مثبت کار هست، چون بحث جذب آب در خاک پوششی خیلی مهمه و البته این یه روی سکه است و روی دیگه‌ش هم اینه که به خاطر همین ساختاری که گفتیم معمولا زود آب رو جذب میکنن و به همون نسبت سطح تبخیرشون بالاست و به خاطر وجود همین لوله های زیاد موینه سریع آبی را که جذب کردن را هم از دست میدن. و عیب دیگه خاک ها اینه که به خاطر همین ساختارشون ریسه داخل خاک رو پر میکنه، یعنی ریسه دوانی در خاک به شکلی انجام میشه که خاک از ریسه پر میشه و یک حالت تخته‌ای به خودشون میگیرن و روی سطح بستر میشینن که در قسمت قبل توضیح دادیم تبادلات گازی در این وضعیت کم میشه و روی باردهی تأثیر بدی داره. مخصوصا این خاک در فلش دو و سه خیلی به میزان باردهی و کیفیت ضربه میزنه و قارچ‌هایی هم که در فلش یک تشکیل میشه خیلی زیادن در واحد سطح و کیفیت پایینی دارن که به طور کامل در قسمت قبل توضیح دادیم. شاید بشه گفت تنها حسن این خاک یا خاک سبک اینه که جذب آب بالایی داره و قبلا به خاطر همین وضعیت روی استفاده از این خاک تاکید میشد، ولی حدود 10 سالی هست که دیگه پرورش دهنده ها در کشورمون دیگه از این خاک صورت خالص استفاده نمی کنن. و اما خاک سنگین. خاک سنگین به خاکی گفته میشه که در واحد حجم جرم بیشتری نسبت به خاک سبک داره، یعنی اصطلاحاً جرم حجمی بالاتری داره. معمولاً این خاک ها رنگ تیره‌ای دارن، رنگ سیاه و تیره‌ای دارن و رس زیادی هم دارن، یه حالت چسبنده که هرچه خاک سنگین تر باشه از لوله های موینه که گفتیم کمتر برخورداره و حسن این خاک اینه که میشه بهش بافت داد، یعنی به خاطر وجود رس اون دونه بندی رو به خودش میگیره و عیبش اینه که قابلیت جذب آب اون کمتر هست. حالا برگردیم به بحث اصلیمون. وقتی بخوایم یه بافت خوب به خاک پوششی بدیم باید ترکیبی از این دو نوع خاک رو داشته باشیم، به شکلی که هم آب رو به طور حداکثر جذب کنه، هم به خاطر داشتن اون چسبندگی و رس بافت بگیره و دونه بندی بهش بدیم. پس با استفاده از ترکیب مناسب میتونیم به خاک پوششیمون بافت لازم رو بدیم و در این بین نقش رطوبت خاک هم خیلی مهمه. از دو جهت این رطوبت خاک مهمه، یکی اینکه آب مورد نیاز قاش رو بتونه تأمین کنه، دوم هم این که هرچه رطوبت جذب شده خاک بالاتر باشه خاک بهتر بافت و دونه بندی میگیره. پس میشه با رعایت این دو نکته یک بافت خاک خوب و دونه بندی مناسب ایجاد کنیم تا بتونیم یه خاک‌دهی خوب رو به طور صحیح انجام بدیم. با رعایت همین نکاتی که در این 3 قسمت اومد میتونید عملکردتون رو بهبود بدید و نتایج اون رو ببینید. در پایان هم یک خبر بدم و اون هم این که محصولی به عنوان چگونه یک خاک‌دهی رو صحیح انجام بدیم
رو در قالب 3 DVD و 1 کتاب الکترونیکی تهیه شده که همه نکات لازم در مورد خاک‌دهی در اون اومده. شما میتونید با رعایت نکات مهم قبل از خاک‌دهی و موارد بعد از اون یک خاک‌دهی خوب رو تجربه کنید که در عملکردتون هم تأثیر بسیار زیادی داره. در این محصول چند چکلیست آماده شده تا با کنترل و پر کردن روتین اونها مطمئن بشید که کار خاک‌دهی داره درست انجام میشه و روزمرگی باعث نشه که این نکات دچار فراموشی بشن. یک کتاب الکترونیکی هم همراه این پکیج هست که تمام موارد آموزشی در اون اومده و میتونید روی گوشی، تبلت یا لپتاپ اونو نصب کنید و هر وقت لازم داشتید بهش رجوع کنید و مواردی که در کل این دوره آموزشی اومده در این کتاب ریویو کنید. همراه با این پکیج 2 فیلم آموزشی عملی خاک‌دهی، هم نکات طلایی قبل از خاک‌دهی و هم مسائل بعد از اون در این پکیج اومده. امیدوارم که بتونید این محصول رو تهیه کنید و با عمل به دستورالعمل‌های اون یک خاک‌دهی خوب و با عملکرد بالا رو. اگر می‌خواید بدونید که در این پکیج آموزشی راجع به چه مباحثی بحث شده، می‌تونید کاتالوگ اون سرفصل‌های این دوره آموزشی رو به طور رایگان دانلود کنید و ملاحظه بفرمایید. امیدوارم با نکاتی که در این 3 قسمت گفته شد بتونید یک خاک‌دهی خوب رو انجام بدید. از توجهتون به این فایل سپاسگزارم. پیروز و سربلند باشید.